بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. درود فراوان به شما. بیننده برنامه کوچ کنندگان ایرانی هستید. کوچ کنندگانی که طی 36 سال گذشته در دوری از وطن جا افتادند و تعداد این مهاجرین اجباری که بیش از 4 میلیون تن تخمین زده می شود، امروزه می توان گفت که 5% ملت ایران را تشکیل می دهند و این رقم از وطن گریزان در تاریخ پر تلاطم کشور ما سابقه نداشته است. فراموش نکنید که با وجود دوری از ایران، یاد زادگاهمان و خاطرات ما همیشه با ما همراه است. ایران به ایران عشق تو جان بای من دیما تو را پاسبان سر بلند دیما روان تو پیوست مسرور ما ز تو دست بیگانگان دور ما دلت خرم و هستیت پایدار نبینی بدر گردش روزگار همه هستی من به راه تو باد خدا من پشت و پناه تو باد. ایران ایران و اما شما در این هفته ها طی برنامه های مختلف شاهد پا گرفتن اپوزیسیون برانداز خارج از کشور بودید. به آنجا رسیدیم که دکتر بختیار با پاسپورت فرانسوی از فرودگاه مهرآباد ایران کشور را ترک کرد و در پاریس نهضت مقاومت ملی را پایه‌گذاری کرد. او با گرفتن کمک مالی از صدام حسین کمر به براندازی حکومت ملایان بست. حکومت تهران که پس از 8 سال جنگ با دست خالی و صدها هزار کشته و معلول منزوی شده بود، دوران پس از جنگ را پرخطر می‌دید و به همین دلیل کشتار فعالین و اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور را با تمام نیرو آغاز کرد. در آن سالها در وین دکتر قاسملو و افراد زیادی در پاریس و دیگر شهرهای اروپا ترور شدند. در تابستان 1991 معاون دکتر بختیار زنده یاد دکتر برومن در مقابل آسانسور منزل خود با ضرب چاقو به قتل رسید. در هفته گذشته دکتر عبدالرحمن برومن یکی از مخالفان سرشناس حکومت جمهوری اسلامی در پاریس ترور شد. به گفته مقامات قضایی فرانسه قتل او در محوطه بیرونی محل مسکونیش و به ضرب چاقوی فردی ناشناس صورت گرفت. برومن که 63 سال از سنش می‌گذشت و تا چندی پیش معاونت نهضت مقاومت ملی به رهبری دکتر شاپور بختیار را بر عهده داشت، اخیراً به سمت رئیس شورای اجرایی این سازمان سیاسی منصوب شده بود. بختیار آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران که در پاریس زندگی می‌کند، در این باره گفت که برومن ساعتی پیش از آن که به قتل برسد، از او در خانه‌اش دیدن کرده بود. دکتر برومن یک هفته قبل نیز با مقامات آمریکایی در واشنگتن به گفتگو نشسته بود. در این رابطه توجه شما را به گزارش و تفسیری از دکتر نوریزاده از لندن جلب میکنیم. بزرگ بود و از اهالی دیروز بود که امروزی ها بد درسی در بیوفایی و پشت پا زدن به اصول و اخلاق دادند. دکتر از آن دست مردانی بود که پس از جنگ جهانی دوم با عشق و از سر ایمان در راه تحقق دموکراسی و حاکمیت ملی هر سنگری را که مستحکم دید به آن روی آورد.
و اگرچه لقب خان را فئودال‌ها و بازماندگان مغول آلوده کردند، ولی عبدالرحمن خان انگار به این کلمه مفهوم تازه‌ای بخشیده بود. واقعیت هم این است که نهضت مقاومت ملی در سال 1991 کارآرایی خود را از دست داده بود. در اصل بودجه مبارزاتیش به پایان رسیده بود. دکتر برومن به همین دلیل به واشنگتن سفر کرد و با مقامات آمریکایی به مذاکره نشست. او به محض بازگشت از واشنگتن ترور شد. خوب یادم است که در پاییز سال 1985 پاریس زنده و سرحال بود و نبض اپوزیسیون در آن میتپید. به گزارش آن سال فراموش نشدنی توجه کنید. پاییز سرد 85 پاریس. اما پاریس امروز اینطور سرد و یخبندان نیست که مشاهده میکنید. قلب اپوزیسیون گرمتر از همیشه در این شهر میتپد. 10 روز در این شهر بودن و با تمام سران اپوزیسیون و معاونان و دستندرکاران مسائل سیاسی ایران تماس داشتن، یک بعد تازه‌ای از تصمیمات و ختمش‌های جدید رهبران سیاسی برون مرزی را به ما می‌دهد. در پاریس همه چیز به طرف یک حکومت جمهوری مردم سالاری پیش می‌رود. تقریباً تمام رهبران گروه‌ها و فعالان فقط به یک چیز در رژیم آینده می‌نگرند: مردم سالاری ملت، نه نوع سیستم. هرگز طرفداری از سلطنت این چنین در بین اپوزیسیون تضعیف نشده بود. تنها فردی که هنوز به قانون اساسی 1906 و سلطنت مشروطه پایبند است، دکتر شاپور بختیار می باشد. در این بین جبهه نجات یعنی گروه دکتر امینی کاملا منزوی شده و تحرک آن تقریبا به صفر نزدیک شده است. آنها به خارج از پاریس پناه بردند و دیگر خبری از آنها نیست. اما شاپور بختیار در میان گروه های اپوزیسیون منزوی است. پافشاری او بر اصل سلطنت مشروطه باعث گردیده که تمام رهبران اپوزیسیون فعلی از ختمش نهضت مقاومت ملی فاصله بگیرند. دکتر مدنی نزیه پزشک بود. حتی همان عاطق استاد تاریخ دانشگاه تهران که خمینی حکم اعدام او را صادر نموده است، قانون اساسی سابق را بی اندازه عقب افتاده تر از آن می داند که بتواند در این عصر کاری از پیش ببرد. حتی در گروه بختیار پشتیبانی از جمهوری ملی‌گراها به شدت به چشم می‌خورد. عده‌ای سرخوردگی خود را به علت وابستگی به اصل شاه و ملت می‌دانند، ولی به طور قاطعانه می‌توان گفت که یک اکثریت وسیع راه را اینطور دریافتند: تعیین نکردن سیستم حکومتی آینده و تکیه کردن بر اصل حاکمیت ملی و احترام به آزادی‌های فردی. گروه‌های مختلف اپوزیسیون همگان در درون رژیم نفوذ کردند و در خارج با اشخاص آینده ساز ایران تشکیل قوای باسازی را می‌دهند. نهضت مقاومت ملی همچنان متشکل ترین گروه پاریس است. 5 دفتر آن در سطح کل شهر کاملا فعال است و هر روز متفکران و شخصیت‌های جدیدی به آن می‌پیوندند. اما اصل تکیه بر قانون اساسی به نظر بعضی از آنها سد راه است. مجاهدین خلق نیز همچنان در دژ خود خارج از پاریس به سر می‌برند و کسی را یارای نزدیک شدن به آنها نیست. در حالی که پاریس فعال و گستاخ‌تر می‌شود، تصویر آیت الله خمینی در شانزلیزه در آژانس هواپیمایی ملی بزرگتر و بزرگتر می‌گردد. انسان را به یاد تصاویر لنین و استالین در فروشگاه‌های مسکو می‌اندازد. امکان این که در زمستان آینده این تصویر به برگ‌های کهنه تاریخ گذشته پیوسته باشد بسیار است. و اما پس از اولین دیدار با دکتر بختیار که آن را قبلا مشاهده کردید، برای اینکه کار رپورتاج آسان‌تر انجام شود و بختیار مانند بار اول مجبور به جابجایی و ناراحتی نشود، قبل از ضبط مصاحبه در اولین فرصت فضا را آماده می‌کردیم تا رهبر اپوزیسیون با راحتی به گفتگو بنشیند. جهت این کار اکثرا از وجود یار همرسم دکتر یعنی سروش کتیبه استفاده می‌کردند تا با ورود دکتر بختیار همه چیز آماده شده باشد. سوال که خیلی مشکله. جواب مشکل‌تر. نه، من فقط در رابطه با اینکه
شب عید امسال رو با هم در ایران خواهیم بود یا خیر؟ از شما یک جواب مستقیم میخوام. در نظر بگیر شما که 40 میلیون نفر اونجا منتظرن و شما اگه بفهمید که شب عید ما همه با هم اونجا شام میخوریم ممکنه کار دستتون بده و برعکسش هم بعدم اونم باز مسئله خواهد بود. ممکن شما یه پاسخی من بگید و ایشون جواب رو بتونن ثبت در تاریخ بکنن؟ من جواب بد بدم؟ یه جواب بد بدی و من دوباره میشمونم پس، چون جواب من یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه شما خوب همه یک پاس سیاست مدار شدین در جواب های دکتر. سعی میکنی از هر حرفی پرهیز بکنی، میشه فهمید. و اما موقعی که در ماه جون سال 1991 برای آخرین بار جهت ضبط مصاحبه نزد ایشان رفتم و مانند گذشته اول ضبط تلویزیونی انجام دادیم و سپس شام را با دستپخت سروش کتیبه سه نفری صرف کردیم. پس از شام دکتر ساعت 8 شب برنامه اخبار کانال 2 را تماشا کرد و سپس من از حال و هوای و اوضاع جامعه ایرانی مقیم آمریکا برایش شرح می‌دادم. چون دکتر سعی داشت از کلیه فعالیت‌های جامعه ایرانی چه سیاسی چه اجتماعی در خارج از کشور مطلع باشد. یادم است که در آخرین ملاقات بطری ودکایی هم سروش با دسر و یک ظرف پر از گیلاس برای ما روی میز گذاشت و در آن شب دکتر بختیار از رشادت‌های چریکی خودش در گذشته و حمله مامورین سواک به کاروانسرا سنگی و فرار او و یار و همراهش رحیم شریفی از طریق باغ همسایه در آنجا شهر می‌داد. در ضمن تاکید می‌کرد که دکتر برومن کوتاهی کرد که با خودش اسلحه حمله میکرد، در حالی که جواز حمله اسلحه نیز برایش صادر شده بود. بگذاریم آخرین مصاحبه و دیدار با شادروان بختیار را ملاحظه کنید. آقای بختیار، حکومت تهران روز به روز سانسور و خفقان رو در کشور توسعه میده. آیا اپوزیسیون خارج از کشور نباید فعالیت خودش رو گسترده تر بکنه؟ بعد در یک سال و نیم پیش در کنفرانسی در استراسبورگ داشتم در پارلمان اونجا عرض کردم اگر این آقایون معتقد هستند، یعنی این آخوندها معتقد هستند که از ترسی از رأی مردم ندارند، چرا نظارت بین المللی را برای انتخاباتی در ایران قبول نمی کنند؟ هیچ اشکالی نداره و هیچ شرمساری نداره که ما آزاد بگذاریم خارجی ها را که در ایران بیایند و ببینن انتخاباتی که میشه در چه شرایطی است. یعنی احزاب آزادند. وقتی که شما میبینید یک اپوزیسیون داخل که خودشون هم اجازه دادن و او را مجاز شناختند، به نظر من خودش هزار عیب داره این فکر غلط. وقتی که همونها را میگیرند، وقتی یه نامه ای مینویسند، نارنجک که نفرستاد بودند، یک نامه ای میفرستند و عدهشون هنوز در زندان به سر میبرند، چگونه معتقدید که اینها آزادی رو میتوانند بدند؟ آزادی دادن واقعا به مردم نفی حضور تمام این نوع دیکتاتوری هاست. و من همیشه گفتم و امیدوار هستم که این نسیم آزادی که از غرب به شرق به مسکو و اون طرف ها رسیده، انشالله به جبال زاگرس متوقف نخواهد شد و به اون طرف هم خواهد رفت. اما اپوزیسیون اون چرا که در داخل ایرانه که گیر همین اشکالات آخوند هاست و الا اکثریت قاطع مردم ایران با اینها مخالفند. اون که در خارج یه عده‌شون فرمایشی در تظاهر میکنند، بهشون میگن شما این رول بازی کنید، مثل که در تعظیم میگن تو رول شمر بازی کن، حالا امروز شب تو رول زینب بش بازی بکن، یه همچنین به اصطلاح کمدی و تراژدی. یه عده هم هستن که خودشون باعث بدبختی و باعث بیچارگی ملت شدند و حالا هم میخوان فداکاری برای ملت بکنند. بنده این دو طبقه آخر را نمیتوانم جز اپوزیسیون بنام. ما در حدود امکانات بسیار محدودمون همون افکار، همون عقاید،
که در 3-4 جمله بیش از هم نیست، ما موافق با جدایی و اصرار داریم مذهب از حکومت. حکومت سیاست را در دست داره، دین اون رولی که باید داشته باشه بسیار هم محترمه و همه ما، اکثریت قاطع ما، مسلمان و شیعه هستیم. این دکانی که آخوند برای خودش باز کرده، نه برای دین. پس اگر که مسئله جدایی مذهب از سیاست را قبول کنیم و دموکراسی یعنی احترام به عقیده دیگران را هم قبول بکنیم، جز ترقی اجتماعی ما هیچ چیزی برای ایران نمیخوایم. پس این سه اصل، هر وقت که بنده دیدم یک حکومتی در ایران این سه اصل را مراعات میکنه، بنده به شما قول میدم که اجازه ورود از آقای رفسنجانی نخواهم گرفت و خودم میرم به ایران. اینه مسئله. آقای بختیار، عده‌ای از هممیهنان ما معتقدند که اپوزیسیون میتونست طی 12 سال گذشته نقش مهمتری و یا قویتری بازی بکنه. آیا به نظر شما دلایلی بوده که نتونسته چنین نقشی رو بازی کنه که عده‌ای از هممیهنان اون رو کافی نمیدونن؟ من تا اونجایی که توانستم این موضوع رو چندین دفعه نوشتم، گفتم و شاید خود جناب عالی هم در یک از این تماسایی که داشتیم شنیده اید از من. من فقط تکرار میکنم چون خواستم. بله، حکایت از این است که چگونه اپوزیسیون تا حال موفق نشده. بله. هر اپوزیسیونی که موفق شده، اولا حتما در ظرف 2 سال و 3 سال و 1 سال و 10 سال نبوده، و در مرحله دوم شما تماشا بکنید چه مملکتی اشغال خارجی شده یا دیکتاتوری درش بوده، بدون کمک چند دولت خارجی در اونجا دموکراسی یا حکومت مردم بالاخره اسمش رو بگذاریم بازگشت کرده. شما الجزیره رو ببینید و ببینید کی به الجزیره کمک کرد، چند دولت کمک کردن. شما تمام این ممالکی که در محور همین خاور میانه و اون در اطراف هستند، ببینید ما بدبختی ما این است که تمام اونهایی که میگویند ما دموکراتیم، برای خودشون ممکنه راست باشه ولی برای ما دموکراسی رو نمیخواند. چون حکومت دموکراسی همونطوری که مرحوم مصدق بسیار صحیح آنالیز کرد، در یک رژیمی است که کمتر میشه درش دزدی و فساد، کمتر نمیگم هیچ، کمتر میشه مستقر بشه. در رژیم دموکراتیک شما باید رأی مردم را هم حرمت بهش بگذارید. در رژیم دیکتاتوری شما کت خدا را میبینید، ده را میچاپید، اون وقت و حالا هیچ فرق نمی کنی. ولی وقتی که مردم مسئول امور شدند، یعنی همین مسئول دموکراسی یعنی همین، و به حقوق همدیگه احترام گذاشتند، اقلیت باید حقوقش محفوظ باشه، اکثریت هم باید حکومت بکنه با حرمت به اون اقلیت. حالا در این مقطع زمان اگر که بخوایم اینطور صحبت کنیم، بنده معتقد هستم که اپوزیسیون ایران با تمام اشکالاتی که داشته بد کار نکرده. ما مردم را آگاه از ماهیت این رژیم و تضادهای مستمر و قول و قرارهایی که در نفل و شاتل میدادند و ارتش ما ارتش ما ارتش ما میکردند و بعد از زیر تا زیر تا توانستن سر بریدند، و حقوق زنان ها در صدر اسلام چنین بوده و ما میبینیم با زنان ایرانی چه معامله میکنن. یه رئیس جمهوری که خودش فحشا را تبلیغ میکنه و متعه را یاد مردم میده و میگه شما میتوانید برای 3 دقیقه یا برای 90 سال زن بگیرید، بنده گمون میکنم که این واقعا مضحکترین چیزه. حالا میفرمایید که امریکا اینو نمیفهمه، فرانسه اینو نمیفهمه، همه اینا میفهمن، منافعشون اجازه نمیده. منافعشون، آناتول فرانس حرف خیلی خوبی زد که هیچ وقت یاد من نمیره، میگه آدم خیال میکنه برای مملکتش میمیره، آدم برای صنایع سرمایه داری و پول جیب یه عده معدود میمیره. این رفتاری که اینها با ما میکنند. دموکراسی را هر که به شما گفت خوبه، بدونید که
قبول بکنید که خوبه، ولی بدانید هم که دموکراسی را خارجی ها مایل نیستن. اون روز هم که دیگه از دستشون خارج شد دیگه اون وقت تمکین میکنند. آدم های عاقلی هستن، برجیده هستن اکثرا. این است که من معتقدم باز به این فکر که دموکراسی خوبه، باید ایرانی ها دنبالش حتما برند. هیچ مملکتی هم یک دفعه دموکراسی مثل سوئد و دانمارک نشده، همه از یه مراحلی باید بگذرند، ولی از روز اول باید شروع بشه. و من نمیبینم که یک آدمی که ولایت فقیه را قبول داشته باشه، حکم ماوراء طبیعت را هم قبول داشته باشه، دیگه احتیاجی به پارلمان و به حکومت دموکراسی و به اینها داشته باشه. یک از اینا کافی است. بنده با حکومت مردم بر مردم موافقم، و اگر اپوزیسیونی هست که بنده هم در اونجا سمتی دارم، یک نقشی دارم، این را تغییر نخواهم داد. صد دفعه امام خمینی بگردد در این دنیا دوباره و دوباره رحلت بفرمایند، و صد دفعه آقای رفسنجانی موضوع زن و حرمت زن در اسلام و این اباطیل و اراجیفی که دروغش اینقدر مشروطی که همه میدانند تکرار بکنه. پس شما نقش اپوزیسیون رو بیشتر در افشاگری میبینید؟ یکی از مراحلش افشاگری است، روشن کردن مردم به حقوقشون و ناامید نکردن مردم، و این حالتی که از به یأس تبدیل بشه، این هر کدام ما به سهم خودمون باید کوشش بکنیم با تمام گرفتاری هایی که داریم. من خیلی متشکرم از وقتی که به بینندگان تلویزیون ایرانیان دادید. خیلی ممنون، لطفتون. و اما سالها بود که در بیت دکتر بختیار نماینده وزارت اطلاعات تهران حضور مستقیم داشت، و او با شغل برقکار تمام منزل دکتر بختیار و فعالیت‌های او را زیر نظر می‌گرفت. فریدون بویراحمدی که اقوامش از ایل بویراحمد بود، مورد اعتماد بختیار هم بود و در آن اواخر حتی به عضویت شورای نهضت مقاومت ملی هم رسیده بود. محل زندگی فریدون بویراحمدی خارج از پاریس بود و به همین دلیل کسی از رفت و آمد او با عمال رژیم تهران خبر نداشت. من او را با اتومبیل BMW قرمز رنگش دیده بودم. عموی او در پاریس یک قالی فروشی داشت و در زمانی که دکتر برومند را ترور می‌کردند، او در همان نزدیکی‌ها در انتظار انجام این ترور ثانیه شماری می‌کرده است. و متأسفانه این فعالیت‌ها از چشم مسئولین امنیت نهضت مقاومت ملی به دور مانده بود. طبق گزارش‌ها در زمان ترور دکتر بختیار، او با فنجان قهوه‌اش در بالای پله‌های ساختمان ایستاده بود و قهوه می‌نوشید. گزارش‌های جدید حاکی از آن است که او هم‌اکنون در شهر قزوین صاحب یک تجارتخانه پردرآمدی است. بگذاریم. در آن روزها بختیار خسته و حتی ناامید از ادامه مبارزه می‌گفت که مجبور است شاید این منزل مسکونی‌اش را ترک کند و حتی در فکر است که به کانادا مهاجرت کند، به قسمتی که فرانسه زبانن. اما یادم است که قبل از آخرین دیدار با بختیار، یک روزی که جهت تهیه رپورتاژ خودم را آماده می کردم، در یک آن چشمم به دکتر بختیار افتاد و آثار ناامیدی را در چهره او به خوبی دیدم و همانجا بود که این تصویر ثبت شد. در آخرین دیدار متوجه شدم که او تنگ شدن عرصه مبارزه را خوب حس می کرد، اما بی خبر از آن بود که ماری در آستین دارد، ماری که منتظر فرصت است. و اما رژیم تهران که متوجه شده بود با رفتن بختیار از پاریس ممکن است دیگر به او دسترسی نداشته باشد، به سرعت نقشه قتل او را عملی کرد. خانم ها آقایان با سلام، توجه شما را به مجموعه مهمترین رویدادهای هفته گذشته ایران جلب می کنیم. بامداد پنجشنبه گذشته گزارش رسید که دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پادشاهی ایران و رهبر نهضت مقاومت ملی، در خانه خود در پاریس کشته شده است. خبر ترور بختیار که علارغم رعایت تدابیر شدید امنیتی به وسیله پلیس فرانسه صورت گرفت، به قدری غیر مترقبه بود که ابتدا با نوعی ناباوری و سپس اشک و آه از سوی دوستدارانش همراه بود. جسد او در حالی کشف گردید که آثار چندین ضربه کارد بر آن به چشم می‌خورد و قسمتی از گلوی او نیز بریده شده بود. در کنار او جسد پیشکارش سروش که در همان خانه میزیست و در حمله مهاجمان به قتل رسیده بود، در کف اتاق نشیمن قرار داشت. دکتر بختیار که به هنگام مرگ 76 سال داشت، از بعد از تلاش نافرجامی که در سال 1980
به وسیله تروریست لبنانی انیس نقاش برای قتل او به عمل آمد، به صورت مظهری از مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی در آمده بود. پلیس فرانسه که به طور 24 ساعته از خانه دکتر بختیار واقع در تپه‌های مشرف بر رودخانه سن مراقبت می‌کند، زمانی به خانه او وارد شد و از وقوع این رویداد مطلع گردید که پسرش گی که خود از کارآگاهان پلیس است اطلاع داد که نمی‌تواند تلفنی با پدرش تماس حاصل کند. او هنگامی که شتاب زده به خانه دکتر بختیار رفت، کالبد غرق به خون پدر را که بر روی مبل افتاده و پتویی بر رویش کشیده شده بود مشاهده کرد. پلیس فرانسه در جستجوی سه مرد ایرانی است که گفته می شود آخرین کسانی بودند که در شامگاه سه‌شنبه به ملاقات دکتر بختیار رفتند. مقامات امن می گویند که هر سه مرد مورد اشاره را قبل از ورود به اقامتگاه او مورد جستجوی بدنی قرار دادند و اوراق هویت آنان را کنترل کردند. رولاندوما وزیر خارجه فرانسه در این باره گفت: لا فرانس بیان سور کندان انرژیکمان سو کریم. فرانسه به شدت این جنایت را محکوم می کند و امیدوار است که بتواند قاتلان دکتر بختیار را به پای میز محاکمه بکشاند. اشاره می کنیم که طبق برنامه های قبلی قرار بوده است فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه در پاییز آینده به تهران سفر کند. و اما ترور دکتر بختیار در میان اپوزیسیون خارج از کشور بازتاب گسترده‌ای داشت. یکی از آنان دکتر ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران، در مصاحبه‌ای در پاریس گفت: از مدتی پیش به بختیار و چند تن دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی از جمله احمد مدنی، منوچهر گنجی و خود من اطلاع داده شده بود که گروهی از آدمکشان برای قتل آنان به فرانسه وارد گردیدند. و امیر طاهری، روزنامه‌نگار معروف، نیز گفت که بر اساس اطلاعاتی که دارد نام دکتر بختیار در فهرست سیاه 33 نفری از مخالفان حکومت اسلامی قرار داشت که در خارج از کشور به سر می‌بردند و به مرگ محکوم شدند. او افزود که تاکنون 17 نفر از این افراد ترور گردیدند که 4 یا 5 تن از آنان در پاریس به سر می‌بردند. 33 opposants de régime en exil qui étaient condamnés à mort par contumace en 1980 et depuis 17 sur cette liste sont assassinés, y compris 4 ou 5 à Paris, c'est-à-dire en France. شاهزاده رضا پهلوی نیز با صدور بیانیه ترور دکتر بختیار را رویدادی وحشیانه خواند که همه آزادیخواهان و مبارزان راه آزادی ایران را تکان داد. در این بیانیه گفته شده در روزگاری که کمتر رهبری می‌خواست یا می‌توانست در برابر تهاجم موج تعصبات کورکورانه و احساسات نسنجیده ایستادگی کند، دکتر بختیار دلیرانه به پا خاست و پرچم مقاومت را به دست گرفت. در همین حال جمعه پریروز جمهوری اسلامی دخالت خود را در قتل دکتر بختیار تکذیب کرد و اعلام داشت ممکن است این کار از سوی مخالفان جمهوری اسلامی و برای جلوگیری از بهبود مناسبات ایران و جهان غرب صورت گرفته باشد. به گفتاری از همکارمان دکتر علیرضا نوری‌زاده از لندن توجه فرمایید. خبر که آمد بیش از هر چیز من یاد آن لحظه‌ای بودم که دست‌های کوچکم توی دست پدر گم شده بود و در میان دیوارهای انسانی که در برابرم بود میکوشیدم صاحب صدایی را که همه را به سکوت واداشته بود ببینم. در میدان جلالی جای سوزن انداختن نبود و آن بالا شاپورخان حرف میزد. به آن تصویر میاندیشم، به تصویر کاروان سرا سنگی و دست شکستهش، به آن روزی که به اتفاق سران سندیکای نویسندگان و غلام حسین صالحیار و علی باستانی به خانهش رفتیم، دو سه روز پس از آن که نخست وزیری را قبول کرده بود. توی راست سفری در گوشم گفت به بختیار پیشنهاد کن وزارت اطلاعات را به من بدهد، اما بختیار پیش از آن سیروس را که دکتر مدنی معرفیش کرده بود برگزیده بود. راستی سیروس آموزگار با شنیدن خبر قتل بختیار چه حالی شده بود. توی جلسه بختیار گفت ماده 5 را بر می دارم و مطبوعات آزادند. صالحیار گفت آزادی مطبوعات به معنی ناسزا خوردن شما هم خواهد بود. بختیار بی اعتنا شال بالا انداخت که مهم نیست، من و دلگر فنا شویم چه باک، قرازن در میان سلامت اوست. خبر را که می شنوم به یاد آن روزی می افتم روی پله های نخست وزیری، همه نگران که مبادا انقلابیون روز یک شنبه سر برسند. او آرام و با تأنی در پاسخ خانم کلانتری که پرسید فردا می آیید گفته بود باز می گردم و نمی دانست در جعبه‌ای شاید و حد اکثر پار و استخوانی. 70 و اندیزی است و با مرگ خاموش شد که زندگان به دعا آرزو کنند. نخست وزیری شاه را پذیرفت
چون پیشتر از همه ما وحشت بزرگ را شناخته بود. اما صدایش در بهمن 57 برخلاف میدان جلالیه تنین پیدا نکرد و حالا با مرگش آیا ما آن هشدار بزرگش را در برابر آن هیچی بزرگ که خمینی تحویلمان داد درک میکنیم؟ گزارش های مربوط به قتل هولناک دکتر شاپور بختیار، نخست وزیر پیشین ایران در فرانسه، در هفته گذشته عناوین درشت مطبوعات و سرخط اخبار رادیو تلویزیون ها را به خود اختصاص داد. در این جنایت تکاندهنده که در خانه مسکونی دکتر بختیار در حومه پاریس و علارغم مراقبت های شبانه روزی پلیس رخ داد، قاتلان رگهای گردن و دست رهبر نهضت مقاومت ملی ایران را قطع کردند و علاوه بر او پیشکارش سروش کتیبه را نیز کشتند و از محل گریختند. پلیس فرانسه تلاش وسیعی را برای یافتن سه مرد ایرانی آغاز کرده است که مظنون به دست داشتن در این جنایتند. این سه که محمد آزادی، علی وکیل راد و فریدون بوی رحمدی نام دارند، آخرین کسانی بودند که در بعد از ظهر سه‌شنبه 6 آگوست با بختیار دیدار کردند. کاراگاهان جنایی فرانسه با اطلاعات مختلفی که گرد آورده اند واقعه ترور بختیار را به طور لحظه به لحظه بازسازی کرده و جزئیات تازه‌ای از آن را فاش ساختند. به گفته آنان آزادی و وکیلی راد که تازه از ایران به فرانسه رفته بودند به همراه بویر احمدی که با بختیار آشنایی دیرینه داشت در حوالی ساعت 5 بعد از ظهر پس از کنترل پلیس وارد خانه او شدند. کشف 4 فنجان چای در اتاق پذیرایی و 1 فنجان چای دیگر در باغچه خانه که ته سیگاری در آن افتاده بود این احتمال را مطرح می‌سازد که بویر احمدی دکتر بختیار و آن دو مرد را تنها می‌گذارد و با فنجان چای خود به باغچه می‌رود تا ظاهراً آنان آزادانه گفتگو کنند. اما دقایقی بعد ظاهراً با شنیدن صدای خفه‌ای یا دیدن حرکت غیرمنتظره‌ای به اتاق پذیرایی باز می‌گردد. در این هنگام چند لحظه‌ای از قتل بختیار گذشته است. از پشت ضربه‌ای بر او وارد کردند و با کارد آشپزخانه قسمتی از گردن و رگ‌های دست او را بریدند. آدمکشان به کتیبه نیز رحم نکرده و او را با کارد به قتل رساندند. به گفته پلیس از زمان قتل دکتر بختیار تا لحظه کشف جسد او در بامداد پنجشنبه 8 آگوست حدود 40 ساعت وقت تلف شد و این مدت فرصت مناسبی به آن سه مرد داد تا هرچه بیشتر از محل حادثه دور شوند. در همان شبی که قتل اتفاق افتاد، یک روسپی فرانسوی تکه‌ای از یک گذرنامه ایرانی و یک پیراهن خونین را که در جنگل بولاین در حومه پاریس افتاده بود پیدا کرد و به ماموران داد. از آن به بعد ایرانیان فراری با گذرنامه‌های ترکی به سوی مرز رفتند. بنا به گفته کارگاهان فرانسوی، آزادی و وکیلی راد با یک تاکسی از مرز سوئیس دور شده و به شهر سالانش می‌روند. بامداد پنجشنبه بیدرنگ پس از کشف جسد بختیار پلیس کلیه فرودگاه‌ها و مرزها را تحت کنترل شدید قرار می‌دهد تا از خروج عاملان قتل جلوگیری کند. ردپای آن دو که این بار برای آنکه شناخته نشوند سبیل‌های خود را تراشیده بودند در روز جمعه در هتلی در شهر ولانس و تا چند روز بعد در یکی دو شهر دیگر دیده شد، ولی از آن پس پلیس رد آنان را گم کرد. مقامات فرانسوی در حال حاضر نمی‌دانند که آیا این دو فرد مظنون پیشاپیش به خارج از فرانسه رفتند یا هنوز در گوشه‌ای پنهان ماندند. و اما گفتنی آن که در این میان شخص سوم یعنی بویر احمدی به کلی ناپدید گردیده و بجز اتومبیل BMW او که در ناحیه شهری 16 پاریس یافت شده هیچ اثر و خبری از وی به دست نیامده است. بر تقدیر در حالی که تلاش پلیس برای یافتن قاتلان فراری ادامه دارد، جسد دکتر بختیار چهارشنبه گذشته طی مراسم ساده‌ای با حضور اعضای خانواده و حدود 200 تن از ایرانیان مقیم فرانسه در گورستان مونپارماس پاریس به خاک سپرده شد. حالا که دیگر نیست، انگار می‌دانیم او چون عقابی پیر تنها بود. ما در حصار خیشتن بی او، او در گریز از خیش با ما بود. آن شب که ایران خسته از فریاد در دست‌های او رهایی یافت، ما بی خبر از وحشت تاریخ رفتیم و تنهایش رها کردیم. دکتر بختیار در صحنه مبارزه احساس قدرت نمی کرد. او که طرفدار رژیم مشروطه سلطنتی بود، انتظار داشت که اطرافیان شاهزاده و خود او در میدان مبارزه فعال شوند. ولی همانطور که در آن 37 روز نخست وزیری خود را کاملا تنها می دید، در خارج از کشور هم نیروهای غربت گزیده
کمتر به او یاری دادند. اخیراً تئوری جدید هم که شنیدید، یه تئوری حقوقی جدید آمده که خیلی انترسانه. اون عبارت اینه که شاهزاده رضا پهلوی گفته تا من خارج از ایرانم حقوق حقوق من برعکسش اگه بکنم میخوام بذارم زیر این بله تا من در خارج از ایران هستم قانون اساسی اجرا نمیشه، یعنی مقید به قبول قانون اساسی نیستم. و وقتی که رفتم به ایران اون یه حالت دیگری خواهد داشت. خب اگر ایشون خودش مقید به قانون اساسی نمی کنه، پس چه سمتی داره بیش از ذره جناب‌عالی و بنده؟ ما میشیم شاپور و بختیار که هستیم و جناب‌عالی آقای علی علی‌مونادی که هستید. خب اون میشه رضا پهلوی که هست. اون چیزی که به ایشون سمت شاهزاده و مخصوصاً سمت وارث تاج و تخت میده همون قانون اساسیه. منهای قانون اساسیشون چی کنن؟ به هر حال این بود نتیجه 12 سال فعالیت این بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران که یادش همیشه برای ما زنده خواهد ماند. پس از ترور دکتر بختیار من نیز به بازنگری فعالیت خودم با آن زنده یاد پرداختم. به هر حال بختیار چشم امیدی بود در این غربت اجباری که ما انتخاب کرده بودیم و من به عنوان یک فیلمساز به کار روزنامه نگاری روی آورده بودم تا شاید از این طریق کاری در جهت یاری دادن به جامعه غربت گزیده کرده باشم. در داخل کشور فیلمسازان در آن خفقان حاکم به فستیوال های خارج از کشور روی می آورند که بسیار مثبت بود و هست، ولی آیا در جهت برون رفت از جو حکومت فاشیستی مذهبی کاری از پیش می برند؟ من مطمئن نیستم. اجازه دهید که در همینجا من هم این سلسله برنامه سالهای امید بخش براندازی رژیم ملایان را به پایان ببرم و طی سفری به اروپا پس از چند ماه با برنامه‌های جدید کوچ ایرانیان در خدمتتان باشم. برای مدتی برنامه‌های قبلی کوچ از هفته آینده از نظرتان خواهد گذشت. شاد و پیروز باشید. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.